آیا از باری که جاهایی که باید کلوفتر از این حرفا باشه رنج میبرید؟ موی سفید رو توی آینه دیدید؟ از رابطه عاطفی تو مندازی کافی سیر نمیشید و حولتر از این حرفایید؟ کچلید و تو دانشگاه بهتون میگن کچل کچل کلاچه؟ قد فیلم میخورید و به ابعاد شرک رسیدید؟ دیگر نگران نباشید، ما به باربی ترین حالت ممکن شما رو خواهیم رسون، طوری که تو محل مداد نوکی صداتون کنن. همراه نمیشه که کانال چیز احوالتون چطور؟ آقای اگه از این روزا دوست دخترتون داره آقایی صداتون میکنه، هر چیزو تر فرار کنید، یا اگرم بهتون گفت آقایی من کیه بهش بگید هوا چقدر سرد شده، اومیکرون اومده، چه اوضاعی شده، دلار چرا اینجوری، اینا. چون اگر اینا رو نکنید دیگه رفته تو پاکتون. چه خوبه همیشه ما با هم باشیم. غلط کردم، غلط. ملل حساب لایک رو بزنید که سوژه خنده آوردم براتون باقلوا. همونطور که وی پی ان دارید و میید یوتیوب، قطعا ماهواره هم دارید دیگه و منتظرید که هاکان کومژوغلو زلیخا رو بگیره، که بعد همینجا به عرضتون برسونم که واقعا هم میگیرتش و بچه دار هم میشه. اما الان قرار نیست در باید سریال ها صحبت کنیم. سوژه ما تبلیغات اجداد سرویس کن ماهواره است که ماتحت به ماتحت وسط فیلم و شباهنگی و نیسان آبی و اینا دارن پخش میشن. یعنی از خرید زمین تو شهر جدید چوس پلاخ تپه سفلا گرفته تا دکتر آز و این گارسینیا کامبوجیا با چاشنی مقدر و گانو درما و هزار تا کوفت و زرما رو دید. اول از همه بریم سراغ تبلیغ ساعت طرح اپل واچی که با شعار یک دونه بخر دو دونه ببر عمه استیو جابزشون جابجا کرده. بس که ما فوشش میدیم که این چه وقت تبلیغه، فارغ از اینکه استیو بدبخ اصلا میشه آشغالی رو حتی بهش فکرم نکرده چی برسه به تولید. این دوست عزیزمون هم گول این تبلیغ خورده و از این ساعت ها رفته خریده که ملاحظه میکنه چی براش فرستادن. خدا وکیلی خودتون الان باز بکنم ببینین چیه. این همون اپل واچیه که تبلیغ میکنن. این اگه تو کوچه بذارمش کسی بر نمیداره. خدایش هرچی سرمون میاد حقمونه، وقتی یه عده اینقدر بیشرفن که اینجوری دارن پول در میارن. آقا نخرین، ناموسن از اینا چیزی نخرین. ببینین خدا وکیلی چیه داخلش. این اپل واچیه که تو روزنامه پیچیندن، این همونی که دارن تبلیغ میکننه، اونم اون هدیهی که گفتن یکی بخرین دوتا ببرینه. خدایش ببینیم چیه. خدا سرشاهده از این ساعت ها دستفروش های مترو 15 خرداد نمیارن بفروشن، میترسن شرمنده مشتری شن. داخل نامسلمونایی که با دلوپک تک دلو میبرید، این کجاش تر اپله؟ اینا بیشتر شبیه ساعت همون دستشوی پلنگ صورتی و سوپرمنی که تو مخی ودی که بیشتر از همه رو اعصاب سنگ فرز کشیده همین موی انسان ذاتن سفید آقای زیاست. آب جان مخترع اکسیدان هیچ راهی برای سیاه کردن موی سفید به جز رنگ موی N1 نبود و نیست. البته اینو ما نمیگیم، حمید گودرزی هم تو برنامه تپتاپ شبکه 3 وقتی باربود بابایی ازش پرسید که با وجود تبلیغ داروی سیاه کننده موی سفید که شده چرا موی خود جوگندمیه، گفت که چیزی جز رنگ موها رو سیاه نمیکنه و این رنگ ممکنه تو شامپو یا حتی صابون و نهایت تو منوچهری پیدا بشه. ما هم تبلیغ کردیم چون پولش رو گرفتیم، اون شرکت هم پروانه ساخت داشته دیگه. از سفید به مشکی تبدیل میکنه، چیزی نیست جز رنگ. اندو. البته که عزیزانی چون خانم نفیسه روشن، نسرین مقانلو، رضا صادقی و قسلا حازم تبلیغ این شرکت رو کردن و از رنگ مو گرفته تا رف چین و چروک که از عهده پزشکان جراحی پلاستیک هم برنمی‌اومده، اینا اومدن تبلیغ کردن. و اما اینکه موی انسان ذاتن سفید آقای زیا هم نماینده همین شرکت بود که مدت از شبکه 1 و برنامه فرمول 1 با مجریگری علی زیا به عنوان حامی مالی برنامه یه چوس تبلیغ ریزی می‌شد که دیگه شبکه‌های ماهواره فارسی زبان یاروی قضیه رو در آوردن و انقدر نشون دادن که ما زخم شدیم. ضعف سفیدی یه مو دائم واقعی. مورد بعدی دمنوش و قرصای لاغری بود که باز هم یکی از پایه‌های اصلی جهت تبلیغ استفاده از علی زیا و سروش جمشیدی فر بود که قطعا مشاهده نمودید و مغزتون به درد اومده. جدا از دمنوش، قرصای لاغری که باز هم تصویر دکتر آز به فروش میرسه و تحقیقات بارها هم ثابت کرده که هر قرص و کپسول لاغری حاوی مخدر و باعث لاغری شدید و حتی اعتیاد هم میشه، باز هم بعضی از دوستان میرن مصرف میکنن.
یعنی همین کم مونده بود که ما میتونیم دکتر آز رو هم به عنوان ساقی شیشه معرفی کنیم و به چوخ بدیم، در صورتی که اون بدبخت مادر مرده روحش هم اصلا از این قضیه خبردار نیست. تا اینجای ویدیو اگه اومدی خب زشت اگه سابسکرایب نکنی. نویسنده بدبخت اون آرتروز دست گرفت، بزن اون زنگوله رو دیگه، شاید این ادمی نیم نگاهی به دریافتی ما کرد. خدا خیرتون بده، چراغ این زنگوله رو روشن کنید الهی که به حق همین سابسکرایب چراغ LCD تون فقط جهت دریافت وجه روشن بشه. و اما رضا رشیدپور و هرمز شجاعی مهر که دیگر قربانیان اسپانسر برنامه سلام خورشید و سیمای خانواده بودن، و جالبه که تمام تبلیغاتی که توی صدا سیما هم کردن کم نبود، الان هم ماهواره‌ای رو اعصابمون این دو دوست عزیز. برای مثال خنده های رشیدپور و احسنت گفتن های آقای شجاعی مهر برای تبلیغی که میگن بعد 6 ماه مصرف شما رو از کچلی به بیتلی میرسونیم، ناسکی دیگه دارن تبلیغ میکنن با زخم اون کرده. 1001 2 3 اونایی که به موهاشون حساسن، تانی که کاملا موشون رو از دست دادن، تولد دوباره موست. دقیقا این واقعیه. البته که نمونه تبلیغی هم داشتیم که هیچ وقت به مرحله ماهواره‌ای نرسید و صدای خریدار رو به صورت خیلی منشوری در آورد. همین دوست عزیزی است که سر دوش خریده تا با دو برابر شدن فشار آب عمومش تو مصرف آب صرفه‌جویی کنه و با این صحنه مواجه شد. اینم از سردوش‌های سوبان، روزی 100 بار تلویزیون تبلیغش میکنه. او بخاری طاقت به شوری رینو سردوش. یکی دیگه از سوژه هم تبلیغ لامینت متحرک بود که رضا شفیعی هم تو پیج شخصیش خروجی کار رو به صورت خیلی کامل توضیح داد و گفته که چه دست بیلی رو کردن تو پاچش. یا کاکتوس سخنگویی که تو قسمت آخری این فصل جوکر به عنوان سوغاتی های ایمان صفا وارد قصه شد و همون تیکای برنامه جوکر رو دارن واسه فروختن عروسک سخنگو به عنوان تیزر استفاده میکنن. اینکه سرگذشت تبلیغ عروسک خرسی و داروهای ترک اعتیادی که خودشون اعتیاد آوردنم چی شده جای خود داره. خلاصه هر چیزی که تبلیغ میشه، هر چیزی که میبینید نرید بخرید، ممکنه بزن بدبخت بیچارتون کنه. پاشید برید مو بکارید، لامینت متحرک رو از خود دکتر اون دندونساز شهرتون برید بخرید، با قالب فکری خودتون برید تهیهش کنید، موهاتون رو رنگ کنید، گسستگی رو بذارید کنار، برید ورزش کنید، لاغر بشید، کبدتون رو به چوخ ندید با این داروهای مزخرفی که نامیدن میخورید. خلاصه چه، خیلی مراقب خودتون باشید. ممنونیم که تا پایان ویدیو همراهمون بودید و خجالت ولی نکشیدید تا الان سابسکرایب نکردید یا این ویدیو رو لایک نکردید. لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید چه تبلیغ مزخرف دیگه رو شما میدونید، برامون بنویسید و آیا تجربه بدی یا خوبی داشتید از این تبلیغا یا خیر. تا ویدیوی بعدی هم مراقب گلدون اطلسی باشید دوستان. خداحافظ.